یک شرکت دانش بنیان در حوزه تولید نانو مواد و کیت‌های مغناطیسی در ادامه فعالیت‌های تحقیقاتیش حالا به حوزه ترویج فناوری نانو ورود کرده است. سابقه تدریسی که داشتم متوجه شدم که توی کشور مناطق دورافتاده از تهران مشکلات تو زمینه متخصص برای تدریس و تجهیزات آزمایشگاهی دارن. بیشتر تمرکزم رو بردم سمت این که بتونم یه محصولی آماده کنم که در اقصی نقاط کشور بتونن برای آموزش پژوهش ازش استفاده کنن. در واقع ما میایم از پایه شیمی شروع میکنیم با آموزش سنتز نانوذرات مغناطیسی و بعد فرایند دارورسانی هدفمند با استفاده از این نانوذرات مغناطیسی رو آموزش میدیم. این محصول تاییدیه نانومقیاس را از ستاد فناوری نانو دریافت کرده است. مواردی که شامل کیت میشن در واقع سه سری آزمایش های مختلف هستن که واکنش های رسوبی، هم رسوبی، پولیمرایزیشن و در واقع رهایش دارو رو توی این کیت به صورت کامل برای دانش آموزا و دانشجوها به نمایش میذاره. المپیادهای نانو بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان را به آزمایش‌های نانو علاقمند کرده است. اما قطره تا چه اندازه میتواند نشانگر تغییرات شیمیایی باشد؟ یک قطره به تنهایی خودش میتونه یک آزمایشگاه باشه. اما ما توی نانو تکنولوژی این رو داریم که حتی یک قطره میتونه راکتوری باشه برای انجام واکنش‌های شیمیایی. مثلا یکی از واکنش‌های رسوبی که داخل کیت هستش به این صورته که حالا دانش آموز و دانشجو میتونه با اضافه کردن چند قطره کامل واکنش رو مشاهده کنه و اون بیس شیمی کار رو درک بکنه. این محصول بخشی از مجموعه محصولات ترویجی آزمایشی نانو است. اولین کیت از سری حالا آموزش‌های نانوتک هست و به اضافه بایوتک حالا توی سریای در واقع آموزشات نانو علاوه بر این که دارورسانی رو داریم، سنتز نانو ذرات مختلف و روش‌های مختلف رو داریم در واقع دیولپ می‌کنیم. این نمونه خارجی داره؟ نمونه خارجی خیر، به این صورت که در واقع قطرات رو بخوان به نمایش بذارن و واکنش‌ها رو نشون بدن به صورت اینجوری نه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه aminbic.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.